فیلم سینمایی آقا رضای گل که تو سال 1353 ساخته شده راجع به آقا رضایی که راننده رئیس یه شرکت ورشکسته است و به رئیسش کمک میکنه که برخلاف موانعی که معاون شرکت ایجاد میکنه با شرکتی اروپایی قرارداد امضا کنه. بخشایی از فیلم آقا رضای گل رو با هم تماشا میکنیم. قبل منو برسونین دم خونه و بعد برگردین اصلی رو سوارش بکنیم. خانم چرا متوجه نیستین؟ ما وقتمون خیلی کمه. کم یا زیاد سرم نمیشه. به قول معروف حسام و بیخ ریشتون بستم. داره بابا، ما حوصله یکه به دو نداریم. بفرما پایین. به جهندم که حوصله ندارین؟ شیکول گشته های پده سوخته مگه من خواستم سوار ماشین دون بشم؟ خودتون خواهش رو تمنا کرده. پدر نامردا انگار نوبرش رو آوردن. بزن بریم. خانم حالا چرا اینقدر فوش میدم؟ البته که میدم. فوش که چیزی نیست. من زوکان اسفونی هم به خداوندی خدا اگه دیر را بیافتین با این لنگ ارسیم کلا پوکتون را آب کش میکنم. خیالتون رسیده؟ چشم خانم، آدرستون رو بفرمین. آفرین، حالا شد. برین تو آدرسم رو براتون بگم. چشم. بیرم دره رو ببنده. خدا حافظ خانم. گربونه شما. خانه مرمت شما زیاد. ببخشید. نه بیادر شما ببخشید. خدا حافظ. نامرده کی بودن که باشون رفتی بیرون؟ فوششو نده مادر، گناه داره. دست خوش ننه، دست خوش. یه عمر خودم و بابام آبروداری کردیم، تو آبرو ما رو به باد فنا دادی. ننه تو که خبر نداری، بی خود قضاوت نکن. چرا خبر دارم؟ به چشم خودم اون چی که نباید ببینم دیدم. حالا دیگه تنت به تنه هوس بازه خوردی، با ماشین شخصی میری نصف شبی میای خونه. چرا پالتو پگی پوشیدی؟ مو چیه؟ کن تو برات تعریف بکنم. سر شبی پگی رفته بود حموم، من حوض کردم کلاگی سرم بذارم و پالتوشو بپوشم، یه خورده پوز بدم که یه باره که نمیدونم چطور شد تا به خودم اومدم اسهوش رفتم. آ وقتی چشام رو وا کردم دیدم تو ظلمات شب میونه بر بیابون که مادر چشمت روز بعد نبینه، نه آب بود و نه آبادونه نه گلبنگ مسلمونی. این مادر مرده، منو دیدن و آوردن در خونه رسوندن. حالا فهمیدی ننه؟ راست میگی ننه؟ دروغم چی چیز؟ به خدا ننه، دیگه دارم از پا میافتم. خب حالا برو تخت تخت بگید بخواب. من میرم سر اون نامردی که این بلا رو سرت آورده. ننشو به ازاش میشونم. دیگه با مادره نمیشه شوخی کرد. پدر سوخته ها. فیلم سینمایی مادر جونم عاشق شده که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که رضا عاشق دختر مستأجر پدرش میشه. پدر مستأجر رو از خونه بیرون میکنه و باعث میشه که رضا دختر مورد علاقش رو گم کنه. دختر مجبور به کار در کاباره مرد شروری میشه تا در نهایت رضا نجاتش بده. بخشایی از فیلم مادر جونم عاشق شده رو با هم تماشا میکنیم. الله 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 الله، این چیه دیگه؟ دم صبح این قصده رو صدا را انداخته. جب خنریه با چه تو مردی که مگه سر بابا تو آوردی؟ چرا دم صبح اینقدر بوق بوق را انداخته؟ سلام آوریزه. چی میخوای صبح اول تو؟ مادر چی میخوام؟ چرا داری ورینه که مرد ننه ماره میخوای چی کار کنه؟ والا اینجوری که ننه جناب علی فرمودن از این روز تا مدت های مدید بنده و ماشین بنده در اختیار ایشان هستیم که کلیه فون و فوتوفن رانندگی رو بیشان یاد بدم. قرآنان بله بله ننه یا بله بله اورم پی کار تاش که تو بساخت دار نهی مارا چه کانان دیگه؟ سر من که رو داد میزنه خانه خراب با من چی مربوطه؟ بنده الان میرم این قدی بوغ میزنم تمام ننه جناب علی رو بیارم پایین اسکر. ببینم ننه این یارو چی میگه؟ رانندگی چیه؟ با چه حرفا میزنی مادر؟ تو که اینقدر امول نبودی مگه چه عیبی داره؟ برو خجالت بکش ننه، رانندگی میخوای چی کار؟ هر جا خواستی بری خودم میبارم. نه مادر جون، من دلم میخواد همه چی یاد بگیرم. اسب سواری، رانندگی، شنوی قورباغه، شمشیر بازی، بیسی اکو بیستدو، خلاصه همه چی. مگه چیم از مردم کمتره؟ پولشو که داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ ها؟ بای بای مامی. ببین ننه، به من نگو ننه، بگو مامی. آه.
فیلم سینمای میرم بابا بخرم که تو سال 1353 ساخته شده، از این قراره که شهرام با مادر شیرین زندگی میکنه و قصد داره برای خودش بابا پیدا کنه. شهرام با مرد معرکه‌گیری به اسم رضا آشنا میشه و اون رو به خونه‌شون دعوت میکنه. شیرین از ارتباط این دو نفر رضایت نداره، اما در نهایت برای بهبود حال پسرش رضا رو به خونه میاره و رضا جای پدر شهرام رو میگیره. بخشایی از فیلم میرم بابا بخرم رو با هم تماشا میکنیم. خب اون بابایی که دوست داری این شکلیه؟ آره تقریبا، ولی خوشگلتر. حالا فعلا این بابا رو داشته باش تا بعد پولدار که شدم برات یه بابای خوب میخرم. مامان بابای خوب قیمتش چنده؟ گفتم که بابا همه قیمتی هست، از یه تومن هست تا 200 تومن. تو حالا برای اینکه یه بابای خوب بخری چقدر پول جمع کردی؟ یه 150-160 تومنی دارم. بابای خوب باید از کجا بخری؟ حالا تو بگیر بخواب تا من برات تعریف کنم. تو هر شهری یه فروشگاه بزرگ هست که تو اون فروشگاه فقط بابا میفروشن. اونجا همه جور بابایی پیدا میشه، باباهای ارزون، باباهای گرون، همه جور. هر روز مامانا با بچه هایی که بابا ندارن میرن تو اون فروشگاه و برای بچه هاشون بابا میخرن. شهمیر که حسابدار شرکته به دروغ متهم به اختلاس میشه و قبل از دستگیری رئیس خودش رو که مجرم اصلی ماجراست به قتل میرسونه و به زندان میفته. بخشایی از فیلم استراب رو با هم تماشا میکنیم. اینم تیاره مال اونی؟ برو پایین. هرچی مامان جونم بگه، فقط خدا کنه طرف مثل ماشینش نباشه. را بیا دیگه، دارم میام دیگه بابا. لیلا بله بیا. مامان جون چیه؟ پیچی میتونی بشینی؟ پس آقا دوست فکر میکردم که یه پری دریایی رو باز بدوزم. میتونی بیست سوالی تو شروع کنی آقای بی اعتماد. بله، اول باز بدونم که خانم میتونه جلو دهنش بگیری یا نه. اون که بله، البته اگه اشتباهی از طرف سرکار پیش نیاد. نامزد مامزد که نداری باعث درد سر بشه. من از ایشون خواستم که این کارو قبول کنه و تو رو بدوزده و پولایی رو که از پاپا میگیریم بین ما 3 نفر تقسیم میشه. خب چی میگی؟ منو بدوز همین امشب. امشب نه، بیگدار نمیشه با آب زد. گوش کن آقا، من پول نمیدم که وقت بگذرم. منم نمیخوام این پول رو مخت ببازم. خدای من، بالاخره نفهمیدم که میخوای دست به کار بشی. فردا شب. چه بد. ببینم، تو دوست دختر یا پسر داری که معمولا تلفنی با تماس میگرفته؟ دختر که نه، ولی پسر چرا؟ آها فرزاد، آخه اون هفته 3 روز خونش پارتی داره. خوبه، اینجا تلفن هست؟ آره، تو سالن بزرگه. حالا نقشه رو براتون میگم. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ببینم عزیزم، مگه تو با منوچهر نرفته بودی گردش؟ نه مامی، من امروز با اون هیچ جا نرفت. یعنی چه؟ پس با کی رفته بودی بیرون؟ خواهر جون اینقدر سوال پیچش نکن، بذار حالش خوب بشه بعد. بیا دواتو بخور عزیزم، دواتو بخور حالت خوب میشه.
آه من حاضر هستم آهود مامی، اما هیچ فایده نداشت، حال من با این چیزا درست نشد. ناراحت نباش عزیزم، منو چرا الان میاد خونه با هم میری یه خوده هواخوری، حالت خوب میشه. تو خودت گفتی هر وقت با منو چرا هستی احساس کسالت نمی کنی. مامی اون دیگه نیومد اینجا. برای چی نیومد عزیزم؟ اون پسر داییت اینجا خونه شه. من اینو خوب دونست مامی، منوش هست پسر برادر شما، اینجا هم هست گونه اون، اما من صبح خیلی خیلی بهش توهین کرد. تا من اینجا هست اون نیومد. عزیزم اگه اینجوری من الان میرم منو چرا میارم آشتیتون میرم. نه مامی، من دیگه قومنش رو تو صورت منوش نگاه کرد. فکرشو نکن دخترم، من خودم از ناراحتی درش میارم. ما میز صندلی نداریم، بفرمایید لب تخت، بفرمایید بشینید. میبخشید خانم ها، بشینیم یا بخوابیم؟ نه بابا جان بشینید. میدونی پسرم، ما برای یه کار مهمی اومدیم اینجا. من اومدم یه چیزی ازت بخوام، اما نمیدونم چجوری شروع کنم. همینقدر میتونم بگم که جدا شدن تو از دخترم لطمه شدیدی به روحیه اون زده. مواظبون اون مو در آورد چه پسره، اینقدر با این دختره گرم نگیر، اونو گرفتار خودت نکن. میگه به خرجش رفت، تا ما اومدیم چشونو به هم بذاریم میگفت دارم برای بابام فداکاری میکنم، در حال که داشت برای دختره فداکاری میکرد. ناقلا، خلاصه اونقدر